غنیسازی سوخت برای تأمین سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران، همونجور که اعلام شده بود از امروز فعالیت خودش شروع میکنه. این فعالیت در چارچوب فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمون هست و هیچ مغایرتی با اهداف صلح‌آمیز نداره، جزو حقوق کشورهای عضو آژانس هست و همونطور که مسئولین توضیح دادن در این قسمت، برای تأمین نیازهای راکتور تحقیقاتی تهران این کار صورت خواهد گرفت. البته این مسئله منافاتی با بحث معاوضه سوخت نداره و هر موقع طرفهای مقابل ما آمادگی داشته باشند تا حقوق ما را تأمین بکنن، میتونیم این بحث رو با هم عملیاتی کنیم. بحث این که حالا بعضی از کشورها از جمله آمریکا و فرانسه بخوان رو به قطعنامه جدید بیارن، نظر ما اینه که خیلی کار اشتباهی دارن میکنن. این اقدامات در جهت خارج شدن از بنبست نیست، برای خودشون مشکلاتی رو ایجاد میکنه، برای شرکتاشون محدودیت‌هایی رو ایجاد میکنه و اگر فکر میکنن با این اقدامات مردم ما از حقوق خودشون یک قدم عقب خواهند رفت، کاملا اشتباه میکنن.